مستند مهشکن با ادعای کاملترین مجموعه مستند آرشیوی سالهای 57 تا پایان دهه 60 انقلاب اسلامی از شبکه خبر در حال پخش است. قسمت 33 این مستند به کودتای موسوم به نوژه و مشروع مذاکرات جلسه 17 دوره اول مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. با نگاه این مستند چون این به نظر می‌رسد که با تقطیع صحبت‌های حسن روحانی و نیز حذف برخی جملات سایر نمایندگان تلاش شده تا میان روحانی و وزیر دفاع وقت تقابل ایجاد و روحانی فردی معرفی شود که خواهان انحلال کل ارتش و اعدام ارتشیان در ملأ عام است. مهشکن با برجسته کردن یک جمله از روحانی و با حذف جملات پیش و پس از آن روحانی را خشن و بیمنطق تصویر می کند. یکی از بخش‌های مهم حذف شده صحبت‌های مقدماتی آقای روحانی است که تذکر می‌دهند مبادا در بررسی حادثه کودتای نوژه دوچار سهلنگاری و شتاب زدگی بشویم که در بررسی واقعی طبس اتفاق افتاد. ما برای دسترسی به نسخه کامل اظهارات آقای روحانی در اون جلسه مجلس با صدا و سیما مکاتبه داشتیم، اما به هر دلیل در اختیارمون قرار نگرفت و ناچار شدیم به مشروع مذاکرات جلسه 17 مجلس اول رجوع کنیم. با مرور متن مذاکرات مجلس متوجه می‌شویم مهشکن تصویر روحانی را فردی عجول و افراطی نشان می‌دهد، در حالی که او همان موقع هم خواستار دقت بیشتر به جای سرعت در رسیدگی پرونده نوژه شده بود، تصویری که از طریق حذف جملات زیر به دست می‌آید. نکته دیگر این است که دادگاه انقلابی ارتش که برای توطئه‌گران تشکیل می‌گردد در کارش عجله نکند و تحقیقات را در حد وسیع ادامه بدهد و کاملا ریشه‌یابی بکند، ولو اینکه اعدام افراد توطئه‌گر هم 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه هم عقب بیفتد. هیچ عجله‌ای در اعدام توطئه‌گران نیست. این در حالی است که راوی مستند مهشکن چنین میگوید: روحانی پیشنهادهای خاصی میدهد، از جمله اعدام توطئه‌گران در ملأ عام و در نماز جمعه و نیز محدود کردن حقوق برخی بازنشستگان ارتش. مستند مهشکن با این تحریف آشکار پیشنهاد اصلی روحانی مبنی بر ضرورت تعویق اعدام توطئه‌گران برای کشف همه ابعاد و مسائل را تبدیل به اصرار بر اعدام در ملأ عام می کند. این مستند در اقدامی دیگر تلاش می کند از طریق حذف بخش هایی از صحبت های روحانی و مذاکرات مجلس در بخش دیگری این گونه نشان دهد که گویی روحانی همسو با ضد انقلاب شعار انحلال ارتش سر می دهد، در حالی که روحانی صراحتا اعتراض می کند و به ادعای مطرح شده پاسخ می دهد، اما مهشکن باز هم آن را حذف می کند. انحلال به معنای اخراج نیست، می شود که آنها را به واحدهای دیگر منتقل کرد. بچه های رشته ارتباطات یک نظریه داریم عنوان نظریه بازنمایی. بر اساس نظریه بازنمایی معمولا افراد آنچه را که دلشون میخواد به جامعه نشون بدن، به افکار عمومی نشون بدن، از میان یک متن طولانی این رو انتخاب میکنن و به جامعه نشون میدن و مخاطب رو در حقیقت بخشی از واقعیت رو به مخاطب نشون میدن و الغا میکنن. یعنی در ذات خودش الغا داره. مبتنی بر این نظریه خواستن وجهی که آقای دکتر روحانی در سالها حضورش در کنار افرادی مثل شهید ستاری، شهید بابایی، شهید لشکری، شهید بهشتی هم مورد وثوقشون بود، آقای روحانی، شهید مطهری مورد وثوقشون بود. به چه دلیل؟ اصلا به همین دلیل که به آقای روحانی گفتن که رفت و ارتش مستقر شد و نوعی در حقیقت ممارست نزدیکش با در مشارکت ارتشی های عزیز ما در دفاع مقدس داشتن این به نظر من این خورده هدفگیری کرده. من هم نمیخوام پیش داوری بیشتر از این بکنم، ولی یک بیننده به طور ابتدایی هم اگر این برنامه رو میدید این احساس بهش به دست میداد که به هر حال هدفش اطلاع رسانی نبود. به نظر من هدف آقای روحانی بود، نه نشان دادن بخشی از تاریخ معاصر.
اصرار روحانی بر دقت بیشتر در رسیدگی به توطئه ها و توجه به ریزکاری ها ناشی از نگرانی او از تکرار تجربه واقعی طبس و آتش سوزی مرکز مهمات پارچین است. چهارمین نوبتی است که در این مرکز از بعد از پیروزی انقلاب آتش سوزی رخ داده و در تمام این موارد به مسامحه کاری مسئله گذشته. اگر این توطئه تحقق پیدا می کرده عصر چهارشنبه حداقل نصف تهران از بین می رفته. بازرس وزارت دفاع وقتی رفته اونجا مسئله رو خیلی با مسامحه گذرانده، گفته اگر تعمد بود خب خود اون طرف هم که آتش سوزی به پا کرده بود خودش هم از بین می رفت. چون لابد طرف جون خودش دوست داشته پس پیداست تعمدی در کار نبوده. مسامحه مسئولان وقت در برخورد با توطئه ها و بی‌دقتی در بررسی موضوعات امنیتی به دلیل تعجیل در مجازات روحانی را بران می دارد تا موضوع را با مردم به عنوان صاحبان و حافظان انقلاب در میان بگذارد. روی کردی که مخالفانی دارد شده. هم شد... میشه مطرح نفرمایید. نه، هم مسئولین در جریان هستن. من پیشنهاداتی دارم که با مسئولین در میان گذاشته خواهد شد. خب پس این بحث خودتون بذارید اینجا، چرا بحث میکنید؟ آخه اجازه بفرمایید آقای صاحب، شما نمیذارید حرف من تمام بشه. آخه این حرف شما، من که آزادی عمل به شما میدم، سوء تعبیر میشود، سوء استفاده میشه. روحانی همچنان بر بی‌دقتی تحقیقات درباره توطئه پارچین و حمله نظامی آمریکا به طبس اصرار می‌ورزد و بر حق مردم بر دانستن تأکید می‌کند. این بخش از سخنان وی را هم مهشکن حذف می‌کند. خواهش ما این است که تحقیقاتی که انجام گرفته و به همه ریزکاری‌هایی که دست یافته‌اند به اطلاع ملت برسانند، چون تا حدی که ما در کار بودیم و تحقیق کردیم جوابها قانع کننده نبود و اگر مسئله طبس دقیقاً دنبال میشد شاید همان موقع همه مسائل کشف میشد و به امروز منتهی نمیشد. سخن روحانی جوان در مقام نماینده اولین مجلس شورای اسلامی روشن است. شاید اگر جزئیات و ریزکاری های اطلاعاتی پرونده تهاجم امریکا به طبس روشن میشد ما به کودتای نوژه نمی رسیدیم. دغدغه روحانی جوان این است که چگونه میتوان از طریق اشراف کامل اطلاعاتی بر همه جزئیات پرونده کودتای نوژه از تکرار آن در شکل جدیدتر و بدتر آن پیشگیری کرد. معلومه که افکار عمومی در اون روزگار با درک درست از شرایط تأکید داشت که خائنین به اشد مجازات برسند. خائنین کودتایی که قرار بود منزل امام رو هدف قرار بده و هستی نظام رو براندازه. خواست که دیگه حتماً. نکته ای که هست این که تأکید آقای روحانی این بود که باید ریزکاری های این پرونده به دور از شتاب زدگی برای مجازات خائنین بررسی بشه، پیدا بشه و جدی انگاشته بشه. این بخش از تأکید آقای روحانی رو در مهشکن ما ندیدیم. کافی بود تلویزیون به جای تحمیل یک روایت ضد روحانی بر خود موضوع توطئه یعنی عمق و کنه کودتای نوژه تمرکز می‌کرد و این واقعه را زیر نور اطلاعات راستین و کامل منتشر شده در 39 سال اخیر قرار می‌داد. ما یه موضوعاتی داریم در کشور که این موضوعات موضوعات اصلی تاریخ انقلاب اسلامیه، تاریخ جمهوری اسلامیه. این موضوعات هزار تا نیست، این وقایع وقایع محدود ولی بسیار تاثیرگذاره. مردم ده بار راجع به کودتای اون دوره فیلم نگاه نمی‌کنن که یه مستند ما میتونیم بسازیم تو اون موضوع. اون مستند باید مستندی باشه که من و تو، بی بی سی، ایران اینترنشنال، بالاترشون، پایینترشون، هیچ کدوم رو اون نتونن برن. اینا موضوعات ماست، اینا موضوعات ملی ماست. نباید برای این که میخوایم یه نفر خراب کنیم، به یه نفر حمله کنیم، حالا یه نفر رو بگیریم، به اینا با یه نگاه سرسری نگاه بکنیم و نتیجهش این بشه که یه چیزی بسازیم که مردم بگن این بود، چیزی نبود که
محققانش، بازجویانش، بازپرسانش، قضاتش، محققین اطلاعاتی اون موضوع همه زندن. با اونا صحبت نشده. ما جای اونا رو خالی میبینیم در یه همچین مستندی که به ما بگن چگونه کشف شد این، چه ابعادی داشت که در این تصاویر در مجلس نیست. حرف من آقای درستکار خیلی روشنه، میگم مهمترین بخش های موضوع کودتا در مباحثات مجلس میان این و اون نیست، در جاهای دیگه است. با وجود همه این مسائل و با تأیید همه این حرفا، اما حسن روحانی اون اظهاراتو داشته ها. حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی اظهارات بسیار زیادی داشته. اب نداره یه مستند اجازه بدیم ساخته بشه راجع به حسن روحانی به مثابه نماینده مجلس. اون وقت طول دوران 20 ساله نمایندگی مجلس حسن روحانی رو بیاریم آنالیز کنیم. اب نداره. خیلی دیگه هم نماینده مجلس بودن. و حسن روحانی رو با بقیه نماینده های مجلس هم مقایسه بکنیم. اب نداره. اشکال نداره. ما باید مراقب این باشیم که اگر میخوایم مستند پورتره بسازیم، مستند پورتره بسازیم. اگر میخوایم مستند راجع به یه موضوع بسازیم، مستند راجع به اون موضوع رو بسازیم. وزن بخشی که انجام میدیم باید وزن بخش درستی باشه. متشکرم. روایت تاریخ نیازمند نگاهی جامع، بی‌طرفانه و مستند به منابع معتبر و متعدد و پر از دقت و حساسیت نسبت به تمام جزئیات است. حالا این مستند با این اوصاف، با این تقطیع و تدوین 13 بار از تلویزیون پخش میشه.